شب 14 آبان 1378 قائم شهر، گلستان جاوید، اسمی که بهایی ها به قبرستان هایشان میدهند. اولین کاری که همیشه میکنن قبرستان ها رو مورد هجوم قرار میدن، یعنی قبرها رو خراب میکنن، در میارن، اصلا آتش میزنن. از هنگام انقلاب اسلامی به این طرف در ایران مرده های بهایی ها هم آسایش ندارن. امروز تمام اعضای شورای رهبری جامعه بهایی در زندان هستند. مسئله این است که اینها عنوان میکنن ما بهایی هستیم، حاضرم نیستیم که دینمون عوض بکنیم. بهایی ها بزرگترین اقلیت دینی کشور چه کسانی هستند و چرا در ایران با آنها اینطور رفتار میشود؟ در سالهای دبیرستان در تهران یکی از دوستان خوب من باهایی بود. البته الان سالهاست که ارتباط قطع شده و من نمیدونم که این دوست و خانوادش کجا هستن. اما هر وقت که صحبت از آزار و اذیت باهایی ها میشه من بی اختیار به یاد او میفتم و اینکه او و خانوادش این روزها کجا هستن. آزار و اذیت باهایی ها این روزها به بالاترین سطحش از سالهای اول انقلاب به این طرف رسید. امروز آمدیم به شهر بندری حیفا در شمال اسرائیل. سری بزنیم به اینجا، مرکز جهانی بهایی ها. بلکه بهایی ها رو بهتر بشناسیم، ببینیم که اینجا در اسرائیل چه میکنن و چرا در ایران تا این حد مورد آزار و اذیت هستند. ای بلبلان، ای بلبلان، معشوق روخ بین مودیان، ای طالبان، ای طالبان. بزرگداشت سالروز تولد بهاءالله پیامبر بهایی ها در کنار مزار او در باغ بهچی نزدیکی حیفا. بازار جمله عاشقان. این قبله نزدیک به 6 میلیون بهایی است که بهایی ها میگویند در گوشه و کنار دنیا به دیانت بهایی روی آوردند. امروز زائران بهایی دور آرامگاه بهاءالله در سکوت طواف میکنند. دعای آنها رفع اذیت و آزار همکیشانشان در ایران. آنچه که این افراد را به بهاییت جذب کرده اعتقاد به خدای واحد، جهان بعد از مرگ، وحدت جوامع بشری، اصولی نه چندان متفاوت با اصول ادیان الهی دیگر. یه شخص باهایی ایمان به همه پیغمبرهای خدا داره، حضرت مسیح، حضرت محمد، حضرت موسی، ولی تنها فرقش این است که باهایی ایمان دارن که حضرت بهاءالله برای امروز اومده. بعضی دیگر از اصول اعتقادی بهایی ها وحدت ادیان، تأکید بر تعلیم و تربیت کودکان، تساوی زن و مرد، بی‌نیازی به روحانیون. بهاییت خوبیش به اینه که آدم میتونه خودش تحقیق بکنه، جستجو کنه و در سنی که مشخص شده 15 سالگی میتونه انتخاب کنه که آیا میخواد بهایی باشه. مرکز جهانی بهایی ها در حیفا باغ زیبایی است دور آرامگاه های رهبران دیانت بهایی و چند ساختمان و از جمله ساختمان بیت العدل، بالاترین مرکز اداری دیانت بهایی. چند خیابان آن طرفتر به دیدن آلبرت لینکلن رفتم که دبیر کل جامعه بهایی هاست. او میگوید مرکز جهانی بهایی ها ده ها سال قبل از ایجاد کشور اسرائیل و به خواست بهاءالله بنا شد که اینجا در تبعید زندگی میکرد. بهاءالله به دستور رهبران جهان اسلام به اینجا تبعید شد. اینجا زندانی شد، اینجا فوت کرد و اینجا به خاک سپرده شد. میخوان ما چه کنیم؟ بقایای رهبر دینمون رو از زیر خاک در بیاریم و جای دیگه ای دفن کنیم؟
از او پرسیدم مخالفان میگویند بهائی ها از دولت اسرائیل دستور میگیرند. رابطه ما با دولت اسرائیل رابطه یک سازمان بین‌المللیه که در چارچوب حاکمیت یک دولت مستقل فعالیت میکنه با همه خصوصیات ارتباطی با احترام متقابل و نه بیشتر از اون. مقام های اسرائیل در کار مرکز جهانی بهائی ها دخالت نمی کنن. به ما دستور نمی دن که چه کنیم و لطف خاصی هم به ما ندارن، ولی ما را اذیت هم نمی کنن. آغاز تاریخ بهائیت به دوره قاجار برمی گردد. ایران دچار فقر و عقب ماندگی و بی‌عدالتی، هنگامی که روس و انگلیس سایه سنگینی بر کشور داشتند، هنگامی که خیلی ها سرخورده از وضع موجود، حکومت و روحانیون به دنبال کسی میگشتند که نجاتشان دهد. از همون زمان مسئله ظهور آمدن ناجی به شدت مطرح بود. ما طویله های امام زمان داریم که همیشه 24 ساعت دو اسب سفید حاضر آماده و یراق شده آماده بودند که هرگاه امام آمدند آماده باشند و این اسبا در خدمت ایشون باشند. در این میان یک بازاری در شیراز به نام علی محمد شیرازی که بعدها باب لقب گرفت ادعا کرد امام 12 امام غائب شیعیان همان اوست، ادعایی که خشم روحانیان را برانگیخت که او و ادعایش را تعرضی به اسلام شیعه تلقی کردند، به خصوص که او بشارت هم داده بود که پیامبری تازه در راه است. وقتی که باب در صحنه حاضر شد تنها اهل کلاه نبودند که به دنبال ایشون رفتن، از اهل عبا هم بسیاری کسان بودند که در حقیقت وضعیت آن زمانی روحانیت رو نمیپذیرفتن. نمونه‌ای به دست بدم، ما در اصفهان یه حجت الاسلام شفتی داشتیم اون موقع، برای خودش برج و بارویی داشت در اصفهان، قمدار داشت، شاغوکش داشت، اوباش داشت و اصلا اصفهان رو به طور کلی آورده بود زیر بلیت خودش. اصلا حکومت مرکزی رو بر نمیتافت، وقعی نمیذاشت به حکومت محمد علی شاه قاجار. یه همچون بستری من میخوام بگم که از اهل عبا هم بودن کسانی که این وضعیت رو قبول نداشتن و دنبال سید علی محمد باب رفتن، تنها اهل کلا نبودن. از این هنگام به بعد تاریخ بابی ها و بعدها بهایی ها در ایران روز شماریست از آزار و اذیت، سرکوب، شکنجه و اعدام. باب را 6 بعد دولت ناصرالدین شاه به درخواست علما تیرباران کرد، اینجا در میدان سربازخانه تبریز. اما اعدام او هم نتوانست به این جنبش خاتمه دهد. این تصویریست نادر از میرزا حسین علی نوری که بعدها بهاءالله لقب گرفت. او حدود 10 بعد از اعدام باب ادعا کرد که همان پیامبریست که باب بشارتش را داده بود. این دیگر برای روحانیون شیعه قابل تحمل نبود. حالا صحبت از پیدایش دین تازه‌ای بود بعد از اسلام، چیزی که تا امروز برای روحانیون شیعه قابل قبول نیست، حتی برای روحانیون آزاداندیش. مسلمان ها معتقد هستند که بعد از پیامبرشون محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه پیامبری نیست. خب یک نفر پیدا شده میگه من هستم.